از زمان احمدی نژاد که رژیم سوسک و میمون به هوا میفرستاد مدعی ماهواره سازی بود. جالب این که رژیم مانند واکسن سازیش به کم هم قانع نیست و لیستی از اسامی را تحت عنوان ماهواره ردیف کرد. اسامی مانند امید، مصباح 1 و 2، سینا، طلوع، رصد، نوید، فجر، ناهید، پیام، ظفر، نور 1، نور 2 و خیام. البته تا کنون خودشان تاکید کردند که 4 ماهواره ظفر، ناهید، رصد و فجر منفجر شده و به فضا نرسیدند. رژیم تا کنون هیچ گزارشی از کارکرد این ماهواره‌های ادعایی منتشر نکرده است. آخرین ماهواره رژیم خیام نام دارد که مدعی است خودش ساخته و روسیه برایش پرتاب کرده است. اما سفارت روسیه در تهران با تحقیر خامنه‌ای اعلام کرد که این ماهواره را روسیه ساخته است. به گفته کارشناسان این ماهواره تا 50 میلیون دلار برای رژیم هزینه داشته است. پرتاب ماهواره در رژیم آخوندی پوششی است برای تقویت موشک‌های دوربرد و توسعه کلاهک‌ها. آیا در حاکمیتی که تمامی تار و پود آن فساد و دزدی است، امکان پیشرفت علمی وجود دارد؟